34مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 اینجا در شهر ماینس آلمان، مراسمی که به همت بنیاد آلمانی مالتزر و با حضور جمع کثیری از ایرانیان برگزار شد و هدف آن علیه فراموشی و گرامی داشت یاد کشته شدگان تابستان 67 و همه جانباختگان در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بود. به گفته برگزار کنندگان این مراسم، با توجه به شواهد و مستندات و برگزاری دادگاه حمید نوری، روند دادخواهی خانواده های کشته شدگان تابستان 67 وارد مرحله جدیدی شده، مرحله ای که نوید بخش محاکمه تمامی عاملان این کشتار خواهد بود. ما سالیان دراز هست که این نوع مراسم رو در رابطه با جنبش دادخواهی و عدالتخواهی برگزار می‌کنیم. هدف از برگزاری این مراسم علیه فراموشی و دفاع از مبارزات آزادی خان و علیه کشتارها و جنایات فجیع رژیم جمهوری اسلامی است. برگزاری آیین‌های پاسداشت نام به قتل رسیدگان و اعدام شدگان در اون تابستان که نماد یک نوع همه‌کشی بود در تاریخ سیاسی ما، به یک سنت پسندیده بدل شده و بونمایش در حقیقت اینه که فراموش نکنیم اون اتفاقی رو که افتاد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی، با اجرای موسیقی و تئاتر یاد جانباختگان تابستان 67 گرامی داشته شد. سیاوش از کشتار 67 جان به در برد و از طریق کار هنریم دوباره به بازنگری میخوانم. بسیاری هنوز از جزئیات این واقعه خبر ندارم و من در این کار روایت های بازمانده ها رو در حقیقت جمع کردم در یک جایی و هر کدومش یک زاویه ای از ابعاد فجیع این کشتار رو به تماشاگر نشون میده. از طریق موسیقی میتونم خودم رو بیان بکنم و نظرات و افکارم رو به صلاح بیان بکنم و سعی کردم که تا اونجایی که میتونم در توانم هست برای عدالت اجتماعی زندگیم و موسیقیم رو در خدمت این امر قرار بدم. برگزار کنندگان این مراسم و سخنرانان با اشاره به دستاوردهای جنبش دادخواهی مردم ایران در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، خواهان محاکمه عاملین اصلی کشتار تابستان 67 و دیگر جنایات توسط جمهوری اسلامی شدند. جمشید بهرامی، ماینز.